چهار تای مست بودیم رفتیم خونه دایی ایشون، دختره کنار تو دراز کشیده بودیم. بله چهار تا مون مست بودیم، دختره کنار تو دراز کشیده بود، من رو تخت تو اتاق دراز کشیده بودم. چرا هر روز دختره بیزی رو بود؟ مهدی کلا داره علیه جون من تو من بزنه، میخواد من رو خراب کنه. نمیدونم چرا این واقعا مصاحبه است. آقا چه مصاحبه ای؟ واقعا یه چه رابطه من رو خراب کنی. سلام بچه ها، من مطمئنم که تو بیتا رو دارید میبینید و کیف میکنید. یه تو بیت خفن داریم با نیما قدیری و مهدی سلفی. خب نیما جان یه سلام علیک بکن با بیننده. آقا سلام عرض میکنم خدمت همه بینندگانی که دارم برنامه بچه ها رو میبینن. امیدوارم که از دیدن این برنامه لذت ببرید. آره میبرن، من بهت قول میدم میبرن انشاءالله، چون نقشه ها براتون کشیدن. نیما با پویان و بچه هایی که همیشه کار میکردی کاتی قهری مشکل داری؟ خدای اولی سوالتون، یعنی این یه راز. آره به من با بچه ها فقط دیگه کار نمیکنی. چرا؟ ارتباط نیست. چرا؟ ما یه روز خونه همون رو جدا کردیم از هم دیگه و دیگه نه تماسی از طرف یعنی بچه ها بود. قهر نمیشه گفت به این مدل از جدایی، قهر نمیشه گفت. نه بچه ها زنگ میزنن نه من. مشکلات مالی بود؟ اگه زنگ میزنن جواب این نه مالی نداشت. اخلاقی بود؟ رفاقتی بود؟ نه بگم. اصلا یه چیز خیلی عجیبیه. بگم بفرما. نمیگم. نه بگو دیگه، اگه چیزی میدونی بگو. همه چیز نه آخه تو انقدر نزدیک نبودی به اکیپ ما بخوای دقیقا. البته ای اکیپ بودی من داد. خونه دایی زیاد زندگی کردیم. بگم نه میگم خیلی عجیبه. یه روز من گفتم میخوام خونه رو جدا کنم، خونه رو که جدا کردم دیگه هیچ تماسی از اون بار به من نشد و من هم هیچ تماسی به اون بار نشد. مرسی مهدی جان. تو سلام علیکم. تو بکن سلام. خیلی مخلصیم. تا آخرش نگاه کنیم قرار دعوا بشه فکر میکنم با این سوالایی که من آماده کردم. به خدا ببخش منو نیما جان. منم یه شروع نگاه. چی میخوای از جون من؟ من چی میخوام؟ دیلی تو رو دوست دارم. منم دلیتا به خدا دوستان امیدوارم که این برنامه رو ببینید. من دیگه حرف زیادی نمیزنم. میریم شکل برنامه‌مون نیما اینه که یک بار شما مهدی رو در سه حوزه، یعنی حوزه کاری و فعالیتش به عنوان یک بلاگر، یوتیوبر و غیره، بخش دوم مهدی رو به عنوان دوستی که با هم تجربه هایی داشتید، زندگی کردید، اون یکی بتون نقد میکنی، و بخش سوم هم مهدی رو به شکل خصوصی. محدودیت سوالی نداریم. اگر اسم دوستی بیاد توی برنامه‌مون ما حتما صدا رو قطع میکنیم که اسم کسی شنیده نشه، و میخوایم شروع کنیم مهدی تو رو نقد بکنه ظرف مدت 20 دقیقه. میخوایم ببندیمت به توپ. من راحت منم کمکش میکنم. فقط یه چیزی واسه من خیلی مهمه تو دوربین، جورابای من میفته چون تازه گرفتم آبی خیلی خوشگله بیفته. ای بابا خیلی ناراحت کننده. خیلی مهدی جان بفرمایید. فضای کاری اول. بله آسون شروع کنیم. هر جد اصلا من هیچ مشکلی ندارم. چرا فعالیت نمی کنی کارگری می کنی؟ ببین همه که کارگری کردن کار بدی نیست. بله من میگم تو بلاگری میتونی از دست برمیاد. چرا دو ماهی که من دارم با رفیقم همکاری میکنم. بله یعنی درسری داری کار میکنی؟ حالا دیگه اونش به خودم رفت. خب بگو آخه داری میگی همکاری دارم میکنم. شریک هستی؟ شریک نه شریک که نمیشه گفت ولی درصد هم. چرا فعالیت میکنی؟ جواب آن هست توی فضای مجازی. آره. شروع میکنم میشه یه شروع کنیم بگو یه ذره خزافیله اینستاگرام یه ذره محدود شد. من اشاره میکنی خب. نه به شما منظورم نبود. خزافیله که میام میرخصم رو کنم ازم اصفایی میکنم. یعنی به خاطر اونا فعالیت اصلا فضاشون داره اصلا فضا اینستاگرام یه ذره داره بد میشه. به جز یه تعدادی که خیلی قشنگ دارن فعالیت میکنن، یه تعدادی دیگه ببخشید گند اینستاگرامو داره بردن. یعنی به نظرم خیلی داره خز میشه. پایین بودن سطح کیفیت کار نمیکنی. یعنی اینایی که دارن کار میکنن الان کیفیتشون مثل اوناست؟ چیه تکلیفشون؟ چه فرقی بین تو و مثلا مهدی یا دیگرانی که دارن کار میکنن و توی که کار نمیکنن؟ ببین ناکن فضای اینستاگرام چند تا مدل شده بود. یه بلاگری میکردن، واینگری میکردن، یه سری کارهای دیگه مالا انجام میدادن. وقتی که یه سری افراد اومدن با رقصیدن و اصلا به نظرم خیلی جلوی این کار نمیشه گرفت، ولی لول کار بالا بودن خیلی قشنگه. این خارج از ایران هم خیلی دارن کار میکنن. بلاگرهای خارجی هم میتونی ببینی آقا دارن کار میکنن ولی با لول دارن کار میکنن. یه سری ببین قدیم چطور بود،
قدیم محمد امین بودش، یه سری بلاگرا واینرا، اصلا حتی کلیپایی که خودمون میساختیم ولی قشنگ بود، یه جنبه‌ای داشت، یه کار فان بودش. الان مسخره شده و مردم احمق پسند شدن، عذرخواهی میکنن، دارن اونا رو فالو میکنن، پیگیر اونا میلیونی به اونا پول میدن، نه اینکه آقا بیاید به ما پول بدید، تبلیغات اصلا به ما تبلیغ ندید اصلا، ولی اونا رو هم گنده نکنید. منطقی نبود آخه. من از نظر خب ببین هر چیزی آخه گفتی از شنبه میخوام فعالیت بکنم، خب از شنبه اونا جمع نمیشن که اونا هم هستن. نه دیگه ناکن، به خاطر وقتی... میگم منطقی نیست. وقتی کسایی که از قدیم داشتن فعالیت میکردن و الان کار نمیکنن دوباره برگردن رو کار و کار قوی و قشنگی ارائه بدن، 100% اونا ناخودآگاه هضم میشن. یعنی الان این مدتی که کار نکردی واقعا برنامه ریزی کردی برای یه کار قوی و جدید؟ دقیقا برنامه ریزی کردیم واسه یه کار هم جدید هم خیلی خفن. کمک خواستی میتونی بیمان حساب کنم؟ من به کمک احتیاج فکر نکنم، ولی حالا میتونم چند جد باش پس با سوالی باید حتما تحقیق کنم. امیدوارم ناراحت نشی از این سوال، فعلا تو فضای کاری میگه. بله بله. ناراحت نشی ها، چرا شواف میدی ادای پولدارا رو در میاری در حالی که من میدونم هیچی نیستی؟ خیلی قشنگ سوال. به لحاظ مالی یعنی بله. هیچی نیست؟ حداقلش اینه که منم هیچی نیستم ولی ادا در نمیارم. اون گوشی ورتوه رو داده؟ نه ورتو نداره. نه داشت؟ آره خرزا تو از سمت منی داشت به خدا داشت. نداشت من دیده بودم در سمت نداشت من میدونم نداشت. آها خب پس آقا اصلا منو دیدی به نفع تو صحبت کرده؟ اون شخصی با هم گرفتیم ورتو رو. چی؟ منو اون شخصی که میشناسی با هم ورتو گرفتیم. اصلا کاری ندارم جوابمو بده. به نفع تو بود که آقا من اینجا رسیدیم. عذرخواهی می‌کنم من بینندگانی که دارن منو می‌بینن، من تو حالا ادای پولدارا رو در آوردم. من نه ماشین از خودم دارم، نه خونه دارم، همیشه هم همه جا گفتم بچه سرآذری ام. نه زحمت همه جا گفتم. تو خیلی اکیدی کام گفتم بچه سرآذری ام بزرگ شده اونجا. حالا یه چهار تا منطقه می بالاتر زندگی میکنیم، دلیل برای نمیشه که پول داری. خب اینو هیچ وقت نگفتی. اینو خیلی عجب. من تو اینستاگرام و استوریاتم دیدم ادم. آخه تو یه تایم اصلا فن پیج هم بودی، بعد اینا رو بدونی. تو رو خدا من تو رو آوردم تو اینستاگرام. یه نظری نرفو. من واینری خودمتو قدیمی کردی خدا شاهد. اصلا یوتیوب تو یوتیوب نیما قدیمی کردی تو اینستاگرام من قدیمی ترم. داداش عذرخواهی میکنم یه کلام یکی از این خزق بده سیش. خب این از این دو ماهی که برو تاریخ کلیپای اینستاگرام رو نگاه کن. اون موقع تو نمیدونستی از اینستاگرام چی هست. نیما تو میدونستی واینری چی هست؟ مثلا واینر نمیکردم، من دوربین مخفی میساختم. من تو رو واینر کردم جانم. من تو رو واینر کردم. بلاگری کردم. بلاگر واسه خانوما هست. حتی فرقش هم نمیدونی. بله بلاگری مال خانومه که بخواد روزمرگی خودش بسازه. آقایی که روزمرگی میسازه چی میشه؟ نه چی رو دیدی روزمرگی خودش بسازه؟ خیلی از مدلایی که داره روزمرگی میسازه. نه نه زن این حرفو مثلا بلاگری سبک ما نبوده. درسته ما واینر بودیم. اولین نفری که واینری اومد فاز دپ رو اوورد من بودم. هیچ کاری با چرا دپ حالا کاری ندارم. نوبت تو هم میشه. من تو رو اووردم تو اینستاگرام واینری کردی. تو اولین ویدیو تو با من گرفتی واینری شد. قبول داری؟ خیلی دوستت دارم. قبول نداری؟ نه. چرا؟ دنسریز من گروه هم اووردم، فیلمبردار اووردم، سناریو از خودم اووردم، ویدیو گرفتیم تو تراس خونه. خب نه تو چه اولین بار تو اونجا با ما همچین کلیپی ساختی. تو چه واینری کرده بودی قبلش؟ اینو پویان هم من قبول کردم. ببین من دارم تو آرشیوام دارم که خودم داشتم بلاگری میکردم. با چی؟ با چی؟ با گوشی. گوشی ببین یعنی خیلی قدیم تر از این حرف هست. خب من چرا ندیدم؟ خب پاک کردم همه رو. قبول نمی کنم. وقتی که جلو با فیلم بردار نه دارم تو آرشیوام ها پاک میشه ولی سابقه پویان از هممون قدیمی تر. پویان هم من قبول کردم. ولی تو قبول نمی‌کنی من تو رو آوردم تو فاز واینری. من احساس می‌کنم جلوی دوربین تو خیلی قدیمی‌ترم. اصلا تو موقعی که نمی‌دونی من قبول می‌کنم که یوتیوب بود تو منو آوردی تو یوتیوب. من اینو قبول. خب آفرین. ولی تو واینری من تو رو آوردم پست گرفتم. من دقیقش رو نمی‌دونم ولی بعد از حالا بعد از کار می‌ریم با هم دیگه چک می‌کنیم. اگه تو درست می‌گفتی من ادامه کامنتا بگی. تو کامنتا؟ یا تو کپشن بگی؟ نه ادامش میگی. آخر سر یه دونه 30 ثانیه 10 ثانیه از من میگیرن که میگم آقا مهدی قدیمی داره. اولین ویدیوت یایته تو تراس نشسته بود. دارمش هنوز در مورد رفاقت صحبت. اونم تو آرشیو آره ویدیوش هم منم دارم. قبلی قبل از اونم داشتم. قبول.
خیلی خب سوال بعدی. آقا مهدی تو فاز رفاقت و اینه. الان دیگه سوالی ندارم. سوال ندارم. قبول نمی‌کنه. خب قبول دارم. مهدی قدیمی‌تر. آخه ببین ماجرا اینه که قرار نیست به هم اثبات بکنیم. تو این نقدی رو می‌کنی، نیما یا میپذیره یا توجیهی براش داره و تماشاگرها و مخاطبین در واقع تصمیم گیری می‌کنن. تصمیم گیری می‌کنن و در واقع قضاوت رو بذاریم به عهده مخاطب. خیلی خوب، بخش گفتگوی درباره بلاگر بودن و کار کردن و فضای مجازی و تولید محتوا تموم شد. می‌خوایم وارد بخش رابطه دوستانه که با هم تجربه کردید بشه. داداش بزرگ من، خب اگه دستام رفتن دوباره من شوخی کردم. موها تو رنگ کرده ترنسی آیا صحبت کردم؟ چون تو کامنت ها دیدم هیچ وقت هم جواب ندادی بهشون. دوست دارم راجع به این صحبت کنم. ببخشید من کامل کنم، ترنس، بایسکشوال، گی یا هر چی که هست. من اطلاعاتی راجع به اینا من با دیسکلاش گفتی آخری ها بایسکشوال شاینده بایسکشوال یعنی کیس هایی که هم با آقایون هم با خانوم ها ارتباط جنسی دارن. یعنی الان موها مشکیه مشکل نداره؟ نه نه، به این سوالی بود که تو کامنت ها بود و من حتی پرسیدم جواب بده قانع کن مخاطب. خب الان داری میگی من مقایسه نمی کنم، به رتبیت هم موهاش رنگ میکرد، یعنی اون مشکل بله. مشکل داشته من داستان من میدونم تو نمیگه تو مشکل داشتی، سوال ازت میکنه. نه خب ببین ما کامنت ها گفته بودن جواب نمیدادی هیچ وقت. نه من واقعا دوست داشتم. میدونی چرا انقدر من اصلا عاشق رنگ سفیدم؟ و اولا یعنی که خیلی دوستم موهام و ریشام زودتر سفید شه، ولی هیچ وقت اصلا نمیشه. یه دونه سفیدم تا الان در 28 سالمه، یه دونه سفیدم هنوز در رای اومده با اینکه خیلی هرس میخورم. من به خاطر اینکه خیلی سفید بهم میاد سفید میکردم. یعنی اول یادم زهم ریشه زرد کرده بودی هم سفید میکردم دیگه، بس شده بودی بعد رنگ ساج نمیکردم سفید آقا بی اعتراف نشه به اونایی که الان دوباره برگردی به اون تاریخ مو و ریشتو رنگ بود. آره اتفاقا یکی از برنامه‌ام اینه که واسه 3-4 ماه دیگه که موام بلندتر شد یه بار دیگه کامل سفید کنم. و من انقدر سفید میکردم هنوز منو به رنگ سفید میشناسن. الان مشکی میبیننم شک میکنن من که عروس صدام بشناسن. و داستانی نداری؟ نه خدا رو شکر. یعنی داستانش هم میفهمیدی دیگه. یعنی مردی؟ یعنی مرد مردی؟ آره دارم. جدی مردی؟ یه دقیقه نه ببخش بریم سوال رو میزنم. خیلی تو رابطت با فرنوش من خیلی دیدم عذاب کشیدی، چرا بی خیال نشدی هیچ وقت؟ ببین خب یه رابطه هم خوشی داره هم روزای بد داره، مخصوصا رابطه ای که به چند سال کشیده میشه دیگه اون جذابیت های اول رو نداره و وارد یه بودی از رابطه میشه که تازه یه سه چیزه جدید رو در درکش کنی، باید بفهمی، باید تجربه شد. خب تو اون تایم از رابطه نه بر رابطه تو تمام اتفاقا باید بیشتر از درد دو دستی بچسبی تا از دست ندی رابطه‌ای که دو سه سال زحمتش کشیدی. حالا ما رفتیم توی 5 سال می‌رسید جنگم 8 سال طول کشیده بود تا بگیم و الان ولی جوابمو نگرفتم. خب وایسا و الان رابطه اوکیه با فرنوش؟ واقعا خدا رو شکر می‌کنم خیلی خوشم. خیلی تایم طولانی ما شاهد مشکلاتت بودیم، خیلی دعوا داشتیم به ثبات رسیدیم. چرا به خیال نشدی؟ خب اگه بی خیال نشدم یعنی عاشق نبودم، یعنی به خاطر اینکه خیلی عاشقی بی خیال نشدم. یعنی اگه جفتمون یه ذره از عشقمون کم شد الان با هم نبود. یعنی ارزش داشته؟ ارزش بالاخره بعد از هر سختی یه آسونی هست، بعد از هر دعوایی یه عشق عاشقی. چون من خیلی شاهد بودم تو خیلی عذاب کشیدی، خیلی ناراحت بودم. روزای خوبمون هم بوده بالاخره، تو با هم روزای خوبی گذروندیم. بله روزای بعدم در کنار هم از خیلی عاشق. من عاشق من حتی بدون فرنوش شد مثلا بسه 5 روز دیگه هم اصلا تصور نمی کنم. تصور نمی کنی؟ اصلا نه، یعنی اصلا بهش فکر نمی کنم. به روزه بعد از فرنوش اصلا فکر نمی کنم. یعنی به آینده فکر می کنم که یه بچه دقیقا به آینده فکر می کنم که با اونه. هیچ وقت بدون اون یعنی اصلا بهش فکرم نگرم. از صمیم قلب آرزوی خوشبختی. آره اگه واقعی باشه این چیزی که داری میگی بسیار چیز با ارزشی اصلا و باید تبریک گفت به جفتتون. خب بهتی جان سوالای دیگه‌ت بریم بخش بعدی.
تموم شد سال این هم تموم شد خصوصی نبود دوستانه آه این دوستانه خصوصی دارم برای دوستان این چیزی که من الان دارم توی گوشی مهدی میبینم سوالا شد نوشته کمکش کردم آه نمیدونم ایشکی تو رو اندازه من نمیشناسه چی میخواد کمک کنه چه باز رسیدیم نشستیم اینجا تازه میگه تو هم باید سوال بپرسی سریع دوتا دونه بشه جون داداش اصلا تو به من سوال میدی نه خودت نوشتی واقعا هر جا میریم به خدا به بچه‌ها کمک میکنه به من چی آره میدونه. آره به دلیل اینکه ولی تو میدونستی که باید از من سوال بپرسی من اصلا فکرشو نمیکردم باید سوال ازت گفتم یه بار واقعا غیر فکر دلیم. کار کنید دیگه آره و قبلا هم فکر زیاد کار آره یه واقعا تو که کل بیگاه چه میگی مشکل نداره